من خواسته های خود هیچ در نظر نگرفتم، در صورتی که هزار و یک مشکل داشتم و اصلا هیچ کدوم در نظر نگرفتم. 3 کیلومتر من هم صبح میرفتم هم شب میرفتم، همسرم نمیرفت. همسرم بنده خدا کمک مریض احوال بود. آخه تشنگی خیلی سخته، خیلی برای همگی ما و شما تجربه شده که اصلا با هر چیزی میتونی کنار بیایی، اما با تشنگی اصلا و ابدا. حرمت شکنی کردن، قدر ندانستن. خدا لعنتشان کن. سلسله مستند کربلایی، روایتی از مسافران راه عشق. شما کربلا رفتید و به زیارت امام حسین علیه السلام رفتید. میخوام ببینم که چه زمانی بود که این سفر خوب را آغاز کردید و به این سفر رفتید. به نام خدای مهربان. بذارید قبل از این که برنامه رو شروع کنیم یه سلام بدیم به آقا ابا عبدالله. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. من از سال 92 متوالی 5 سفر عازم کربلا شدم، اونم در اربعین حسینی. قبل از این که برای اولین بار به سفر کربلا برید، چه تصوری داشتید از زیارت امام حسین و فکر میکردید که چطور خواهد بود؟ چی شاید ببینید؟ چه آرزوی، چه خواسته ای رو میخواستید مطرح کنید اونجا؟ خیلی دوست داشتم، شوق و ذوق داشتیم که بریم کربلا و اینکه عازم کربلا شدیم. وقتی وارد سرزمین کربلا شدم، مخصوصا اون بین الحرمینی که شنیده بودیم، خیلی باصفا بود. بر اساس که یک طرفش گنبد امام حسین و طرف دیگه گنبد آقا ابوالفضل العباس، خیلی باصفا. بین الحرمین باشم، بین الحرمین باشم، بین الحرمین باشم، مهمان ابوالفضل و مهمان حسین باشم، مهمان حسین باشم. این که دو تا برادر چقدر با همدیگه مهربان بودن، چقدر همدیگه رو دوست داشتن و اینکه از همه چیزشون گذشتن آقا ابوالفضل العباس، و من ارادت خاصی به هم امام حسین و هم ابوالفضل العباس داشتم. برای اولین بار که رفتم خیلی غم، یعنی سراسر وجود منو گرفت. به یاد حضرت زینب افتادم، به یاد این افتادم که خانم حضرت زینب بالای تل زینبیه چه حالی داشتن، خانم حضرت زینب در گودال قتلگاه چه حالی داشتن. خودمون رو گذاشتیم به جای این که اگر خدای نکرده مثلا برای ماها یک مصیبت پیش میاد، ببین چقدر بیتابی میکنیم، چقدر چه بسا که خیلی ها نشکری میکنن که چرا مثلا من اینجوری شدم، چرا برادر من اینجوری شد. هر کس با یک امید و آرزویی میره کربلا. شاید مثلا یک مریضی داره، یک گرهی در زندگی داره و با این آرزو میره به کربلا که خب شاید همین گره هم باز بشه به دستان امام حسین علیه السلام. آیا شما خواسته قبلی داشتید از قبل؟ آرزویی داشتید که با این امید وارد سرزمین کربلا شدید یا نه فقط دیدار امام حسین برای شما کافی بود؟ درست، زندگی سر تا سر مشکلات هست، از هر لحاظ ممکنه 1000 مشکل در زندگی ما باشد مثلا، ولی من هیچ کدوم رو در نظر نگرفتم. من فقط عشقی که به امام حسین داشتم و دوست داشتم سرزمین کربلا رو، که دلم یعنی یه جوری میتپید که باید برم کربلا. چون من اولین سفری که رفته بودم کربلا 6 سالم بود. هر سفری سختی ها و مشکلات خودت داره. از سختی ها و مشکلاتی که شما به او فکر میکردین قبل از سفر و یا برای شما اتفاق افتاد در سفر کربلا بر ما بگین. خب سختی های خود داشت کربلا، وقت
اگر در جریان باشین، مثلا اولین اربعین ها خیلی چیز بود دیگه، امکانات به اون صورت نبود. ولی بازم من با همسر رفتم، از عشقی که به امام حسین داشتم من هیچ سختی و مشکلات خودم احساس نکردم، خودم احساس نکردم. درست جای مثلا خوابیدن به خیلی بسیار زحمت پیدا می شد، جایی که مثلا بروی بخوابی، پتو مثلا موکب به قول عربا. خب ما 3 کیلومتر منده به کربلا ما همونجا مستقر شدیم. سال 94 خیلی بسیار شلوغ بود، بسیار شلوغ بود که هی مثلا می گفتن که داخل کربلا دیگه گنجایش زوار نیه، شما هر جا هستین همونجا باید بشینین. باور کنین ما 3 کیلومتر منده به کربلا همونجا مستقر شدیم، شهر العباس هم بهش می گفتن، همونجا مستقر شدیم. ولی ما خودم روز دوبار 3 کیلومتر پیاده ما به حرم امام حسین خود می رسند. از پیاده روی های طولانی 3 کیلومتری گفتید که تا حرم امام حسین می رفتیم و دوباره بر می گشتیم به خاطر همسر خود. اتفاق خاصی، چیزی که نشانه باشه برای شما با ارتباط شما رو با امام حسین و حضرت ابوالفضل عباس علیه السلام قوی تر کنه، اگر دیدین خوشحال میشیم برای ما تعریف کنیم. در آخرین شب بود که موکبه جمع شد، موکبه که جمع شد ما همون روز همسرم چون به زیارت نرفته بود دیگه، من قصد داشتم که همسرم به زیارت ببرم. بعد همسر برداشتم، یک خانم محسنی بود که ما بهش میگفتم اما، البته کمک میکردم. موکبه که مال اما بود، مثلا صبح که بلند میشدیم دوروبره که مثلا اشغال بود و خدا خیر بده بازیار که اصلا رعایت نمیکردن موکبه به اون حالتی که نباید زوار امام حسین رقم باشه بودن، و دوروبرشان مثلا ما جمع میکردم و پتوار جمع میکردم و همه که چیز تاویل اما میدادم. همون شب اما به من گفت که شما اگه میرین داخل، شما اگه میرین برای زیارت امام حسین میتونین ساکخ به خانه ما بمانین. ما اشتباه کردیم، ساک ماندیم به خانه اما. صبح حرکت کردیم همین 3 کیلومتر، چون اگه در جریان باشین به کربلا مثل اینجی برای چیز نداره که اتوبوس داشته باشه یا مثلا ماشین لاینی داشته باشه که ما و شما رو ببره به زیارت. خب هر کس پیاده باید برو دیگه، هر کجا بودی باید پیاده بروی دیگه. ما همین ساک ماندیم به خانه اما و برگشتیم رفتیم به زیارت. تا شب به زیارت بودیم، شبم که دیگه هوا تاریک شد برگشتیم. همین آدرس شهر العباس ما داشتم، ولی خود چیزی از اما و مثلا شماره تلفن و آدرس خانه و اینا رو من هیچ نداشتم. حالا هر چی که میایم به طرف شهر العباس تمام موکبا جمع شده، تمام او چراغانیا جمع شده، چراغا همه خاموش، یعنی هیچ چی دیده نمیشه. حسن نمیفهمی که این کدوم خیابان است، این کدوم جایی که مثلا ما آیا ما اینجی بودم، آیا ساک خمینجی تحویل دادم دیگه. همونجا دست توسل زدم به دامن 3 ساله آقا با عبدالله حضرت رقیه. دم یا رقیه، ما که در به در و سرگردان شدیم، پاسپورت ما، همه چیز ما داخل ساک ما، ما چیکار کنیم؟ بعد به همین نشانی که یک دستشویی مثلا به همو بیرو بود، به همو نشانه در خانه عمر ما پیدا کردم. سردم بود اگر یاد شما باشه، اون وقت اربعینش خیلی سرد بود، سرما شدید خوردیم و خیلی خنک خوردیم، خیلی خسته شدیم، خیلی اصلا حالت خستگیر اونجا من فهمیدم خسته شدیم به خاطر که خیلی راه رفتیم و ترسیدیم که ساک ما مثلا پاسپورت ما همه گی چیز ما داخل ساکه. این برای شما یک نشانه بود، یک کمکی که از طرف طفل 3 ساله امام حسین به شما رسیده بود. بله، بسیار عالی. خاطره و حالا لذت خاصی که از این سفر بردین و حاضرین که هر بار به کربلا میرین همون رو دوباره تجربه کنین، حالا اگر مکان خاصی باشه، حس خاصی باشه، دعای خاصی باشه، از او هم اگه برای ما بگین من بمیشم. باز یک سال 96 بود فکر کنم که باز ما رفتم خودم تنهایی با گروه مرکز علم فرهنگی باقر علوم، دوستا با هم رفتیم، خانم ما بودیم.
آمدیم یک مقدار با ماشین به ماشینا ما را آوردن، یک مقدار دیگه گفت نزدیک حرم آقا امیرالمومنین ماشین دیگه مقدور نیست، شما باید پیاده شید. پیاده شدیم، سرگروه ما بود. بعد ما بین را یک عده مردم استاده بودن، تعارف کردن که برین داخل این سالن. رفتیم داخل این حسینیه که مال همین نیشابوریا بود، نماز جماعت خواندیم و بعد یک تئاتر زنده، یک کلیپ زنده برقرار خاموش کردن. شما باور کنین که یعنی تمام وقایای کربلا به عینن زنده ما دیدیم. داخل این حسینیه آدم نبود که فقط اشک نریزه و گریه ها با صدای بلند نباشه. از اون لحظه که آقا ابا عبدالله وارد سرزمین کربلا شد که اینا به صورت زنده زنده به ما نشان دادن، برقا خاموش. شما فکر کنید تا اون لحظه که یکی از دوستای امام حسین، از اهل بیت امام حسین، علی اکبر، علی اصغر، اینا هم مگیر وقایع کربلا به زنده ما دیدیم و خیلی لذت بخش بود. یعنی او چیزی که نفهمیده بودیم اونجا قشنگ فهمیدیم. اگرچه من از طفولیت عشقی که به امام حسین داشتم، خود همیشه فکر میکردم، میگفتم اون لحظه امام حسین که تشنه بود چرا هم مثلا جنگ میکرد؟ آخه تشنگی خیلی سخته، خیلی برای همگی ما و شما تجربه شده که اصلا با هر چیزی میتونی کنار بیایی، اما با تشنگی اصلا و ابدا. جسم شریف شهدا به زمین ماندن، بر بدن بی سرشان اسب ها راندن، بر بدن بی سرشان اسب ها راندن. آن بدن های پاک، آن بدن های پاک، آن بدن های پاک شده غلطان به خاک، آن بدن های پاک شده غلطان به خاک. با حسینا، با حسینا. در هر شهری، هر قریه، هر مکانی یک آداب و رسوم خاصی وجود داره و خب برای کربلایی ها هم یک سری آداب و رسومی وجود داره. یک رقم خاصی او را استقبال میکنن وقتی که برمیگرده، یک رقم خاصی او را بدرقه میکنن وقتی که به سفر میره. از همین آداب و رسوم اگر بر ما بگی ممنون میشم. در زمانه قدیم خب این سنت خیلی بیشتر تجلیل میشد، مثلا که کمتر میرفتن کربلا، خاک پای زائر مثلا به سر صورت میزدن، میگفتن که زائر کربلا یا زائر امام حسین، خب ولیمه میدادن مثلا. و بعض هم هست ادب و رسول، کسی که میره کربلا خب مورد احترام مردم قرار میگیره. حالا ممکنه طرف خودش دادف هم رفته باشه کربلا، ولی وقتی میبینن زائر کربلا تمام قد بلند میشن، تمام وجود او زائر میبوسن. خب این یک مورد خاصیه که زائر آقا ابا عبدالله دار. رجبه ای که امام حسین چی نقشی در زندگی شما داشت؟ چه لحظه هایی بیشتر احساس کردین که نزدیک هستین به این امام بزرگوار؟ راجع به اینها با ما صحبت کنید. بسیاری از جاها که من میخواستم شکست بخورم، زمین بیفتم، امام حسین دست من گرفته. مثلا چه وقتایی میشه بر ما بگید؟ بله، این که مثلا ما به قندهار بودیم دیگه، 7-8 سال ما درس خواندیم قبل از جنگ، ما یک کلمه از قرآن بلد نبودیم. بعد ما آمدیم ازدواج کردیم، صاحب 3 بچه شدیم، بعد وارد یادگیری قرآن شدیم. این معجزه امام حسین بود که به ظرف 2-3 ماه ما کامل قاری قرآن شدیم در حوزه علمیه زاهدان. و بعد وارد درسای حوزه شدیم با اینکه مشکلات زندگیم خیلی زیاد بود اینا، ولی خو امام حسین همیشه
یار و یاور ما بوده از هر لحاظ، مخصوصا علم که شوهر مریض و خانه افتیده سن 6-7 سال الزایمر گرفته و تمام امورات زندگی به گردن خود ما، حتی ما خستگی رو احساس نمیکنم. همین که برای هر کار بلند میشم میگم یا حسین، یا حسین. تا حالا فکر کردین که شاید در همین روز که من همین سلام رو دادم یا همین توجه خاص داشتم امام حسین به من توجه نکرد، یا مثلا قهر کرده باشین با امام حسین بگین که خب من با امید آمدم، همیشه جواب من رو دادین، چرا این بار به من توجه نکردید؟ و شما احساس کنید که خب ناز کنید برای امام حسین، قهر کنید برای ایشان، همچین مواردی بوده در زندگیش؟ ممکنه هزار بار مثلا یه چیزی خسته باشم از امام حسین نشده باشه، اما ای که ما با امام حسین قهر کنم اصلا امکان نداره، چون امام حسین هم واسطه پیش خدا، اگه خواست خدا باشه او کار انجام میشه، اگرم نشه انجام نمیشه. ولی ای که با امام حسین یا با خدا انسان قهر کنه اصلا از جهالت انسانه. وقتی کاری رو شروع میکنید و میگید السلام علیک یا ابو عبدالله الحسین، و به قول خود شما او کار چنان با موفقیت انجام میشه که حتی در باور شما نمیگنجه، میشه یکی از او کارها رو به ما بگید که مثلا شاید فکر میکردید که غیر ممکن است، یا من نتونستم یا نمیتونم چنین کاری رو انجام بدم، یا مشکلات زیادی سر راه ما هست، ولی متوسل شدید با آقای امام حسین و دیدید که بله در کمال ناباوری کار ما انجام شد؟ بله، یکی از آرزوهای بزرگ من در زندگی بود که من مشرف بشم به حج. خیلی آرزو داشتم، اگرچه بس ناامیدی بود به این کار، هم هزینش زیاد بود، هم این که همسر مریض داشتم. خب پارسال اقدام کردم تا لب پرتگاه یا لب مرز رفتم. بعد ماه روزه بود که دیگه زنگ زدن که خانم کاظمی متاسفانه شما نمیتونین برین به حج. گفتم به چی دلیل؟ گفت به دلیلی که پاسپورت شما هم وقتش کمه، 4 ماه وقتش منده، هم ای که اگه بره تمدیدم بکنی بازم سعودی ویزا نمیده. شما باور کنین که خیلی بالیم تاثیر مند، خیلی ناامید شدم، خیلی یعنی تمام کارهای خرید ما کرده بودم. شاید روز 12-13 بود که یه خانم رو دیدم، گفتم ما دیروز برنامه داشتیم برای حضرت زهرا دعوت بودین، تشریف نیاوردین، شما چرا؟ گفت که باور کن ما دارم میرم مکه کارای مکیخ میکنم. بعد گفتم چی رقم؟ گفت که امی پاسپورت های تمدید کردیم 5 ساله، داریم میریم این امروز فردا در حال حرکتیم. گفتم بابا ما پارسال دادم. گفتن اصلا امکان نداره که شما برین خی پاسپورت تمدیدی. گفتن نه باور کنین، ما شماره همو کاروانم بر شما روان میکنم، شما زنگ بزنین ببینین چی میگه. هم به خانه رسیدیم، شماره رو فرستادن، زنگ زدیم، گفتن که بله شما سبب پاسپورت خی $500 بیارین، مشکل نداره. یعنی به شما باور کنین از همه صاحب کاروان ما زنگ زدن، خودشم با کربلا بود که خانم کاظمی مبارک باشه از 45 نفر آدمی که ما ویزا فرستادیم اولین ویزا ویزای شما بوده که آمده. این از لطف امام حسین. خب از ابتدای برنامه داریم راجع به دوست داشتن و علاقه‌ای که به امام حسین داره این صحبت میکنه. برای ما بگین که دوست داشتن امام حسین و عشق به امام حسین با دل آدم چی میکنه؟ وقتی عاشق امام حسین میشی، امام حسین اصلا لحظه آدم تنها نمیمانه. حتی در سخت‌ترین لحظه هایی که انسان فکر میکنه که امام حسین دست انسان میگیره، میگیره. به اون لحظه های سختی که فکر میکنی اصلا نمیتونی تحمل کنی، ولی وقتی که عشق امام حسین به دل توی، حتی مصیبت، حتی مصیبت هایی که ما خودم دوتا برادر جوانم از دنیا رفتن، اصلا بقیه وقت فضا و جزا میکردن میگفتم نگاه کنه شما، ما کجا، حضرت زینب کجا، برادر من که مثلا سرطان گرفت بالاخره درمان شد، بالاخره راهی که باید میرفتیم رفتیم،
خست خدا بود باید میرفت رفت. اما حضرت زینب چی؟ امام حسین خودش جوانش جلوش پرپر شد. اربن اربا علی اکبر. وقتی به این چیزا فکر میکنیم تمام مشکلات های زندگی برای انسان میشه پرکا. اگر همین لحظه همین جا که هستیم تصور کنید که یک لحظه امام حسین را ببینید و حضور پیدا کنند، دوست دارین به شما چی بگن و شما به ایشان چی میگه؟ ما خودم که خیلی روسیایم حرف ندارم به امام حسین بگم، ولی از امام حسین میخوام که فقط مرد در دستگاه خود پذیرفته باشه. هنوز مطمئن نیم که امام حسین مرد پذیرفته یا نپذیرفته. به نظر شما امام حسین از ما و از زندگی ما راضی هستن؟ شرایط امروز، زندگی های امروز چی بگم؟ وقتی که سبک زندگی ما، روند زندگی ما امام حسینی نباشه، آیا امام حسین از ما راضی میشه؟ آیا امام حسین ما رو میپذیره در شرایط امروز؟ چطوره از سبک زندگی امام حسین علیه السلام نه حرام میخورد، نه حرام میشنید، نه حرام میدید. فقط همین سه جمله. آیا یک انسانی که در زندگیش همین سه تا نکته رو رعایت کنه، حرام نبینه، حرام نخوره، حرام نشنوه، اصلا شک نداریم که سبک زندگیش امام حسینی نباشه. در سفر کربلا اکثر افرادی که میان از قومیت‌های مختلف، نژادهای مختلف، فرهنگ‌های مختلف، زبان‌های مختلف، ولی وقتی در حرم امام حسین علیه السلام در کربلا دور هم جمع میشن، این اختلاف اصلا احساس نمیشه. به نظر شما چرا؟ به نظر ما به خاطر این که هر کسی نگاه کنید وقتی که از خانه و کاشانه خود حرکت میکنن، اصلا اون انسانی که در خانه هستن نیست. در هر حالت خود که هست اونجی که رفت متعلق به امام حسین میشه، همه چیز از یادشان میره. ای که مثلا ما به خانه چه مشکل دارم، قرض دارم، قوله دارم، مثلا دخترم خیلی که مشکل دارم، من خیلی که مشکل دارم، خیلی شوهرم مشکل دارم، شوهرم با مادر شوهر مشکل دارم، نه مثل این مشکلات های فردی اجتماعی در اجتماع مشکلات ها عمیل خیلی زیاده، رقابت ها هست در جریان هستن دیگه، اوضاع خیلی وخیم و خرابه. اما وقتی که متعلق به امام حسین میشی، زائر امام حسین میشی، به نظر من همه چیز فراموش میکنی. وقتی که برگردی اگر اموی احساس در خود نگه داری که بخوای خود عوض کنی، با زیارت امام حسین کلن دیگه همه چیز انشالله که تا قیام قیامت از وجود انسان پاک میشه. امام حسینی میمانی، امام حسینی زندگی میکنی، امام حسینی میمیری، امام حسینی وارد محشر میشی، دستت به دست امام حسین. رستگار و رستگار و رستگار. یا علی جان به صحرای بلا کن گذری، یا علی جان به صحرای بلا کن گذری، به شهیدان صف کرب و بلا کن نظری، تا سر نیزه سر ناطق قرآن نگری. زینب غم زدم، زینب غم زدم.